material سرکار داریم، material ما وقتی با فولاد سرکار داریم. مورد دیزاین ما اگر وصل جیوتکنیکال داریم، اولا باید بر اساس اصول و ضوابط جیوتکنیکی مطالعه کنیم. اینجا چون بحث زلزله خیلی جدی نیست، من بعید میدونم لیکویفکشن رو مطالعه کرده باشن، ولی خاکش مستعد لیکویفکشن هست. حالا یکی از سازه هایی که ما باش سرکار داریم بحث اسلب آن گراند هستش، که در واقع توی زیرزمین یا طبقه همکف این کار رو انجام میدیم. یه در هر جایی که اکسس وجود داشته باشه ولی کفسازی وجود نداشته باشه، یعنی مثلا کفسازی به معنی جویست و رنگ، هم کاری که با چوب همیشه انجام میدم، در جایی که اون وجود نداره ولی قابل دسترسه، این حتما باید یه همچه دار بتونی توش داشته باشه. تنها مورد استثنا کراول اسپیس هستش که نشون دادم بهتون، مثلا جاهایی که طبقه همکف مثلا به فونداسیون مثلا 40 سانت 45 سانت 50 سانت بالاتره، اون کف رو دیگه احتیاج نداره بتون بریزیم. یعنی جایی باشه که قابل دسترسی باشه، اگر خودش کف چوبی نداره ما مجبوریم یه کف رو بتون بریزیم. خب گفتم بهتون که حداقل 75 میلیمتر باید بتون داشته باشیم. البته یه تاپ فینیش هم معمولا روش هست، شما این 75 میلیمتر رو منوید در نظر. و این هم که گفتم که باید چیز بشه، باز روی این تیپ هم باید صحبت کنم. الان ببینید این لوله زهکشی هست در طرازی کف فوندوسیون، تمام این منطقه حتی بیرون از فوندوسیون مساله زهکشی هست و این دیوار هست. و ببینید زمین طبیعی به شکلی بوده که شیبش به سمت ساختمونه، ما اینو با محبت سازی باید جهت شیب رو عوض کنیم. و جهت شیب رو تا کجا باید عوض کنیم؟ حداقل تا 10 فوت یا 3 متر و ساختمون باید جهت شیب به سمت خارج باشه. این هم همون 6 اینچ معروفه که سر دیوار باید از خاک اطرافش برنده باشه. این هم این فلورجویستی هستش که صحبت کردیم، میاد داخل دیوار درگیر میشه. این اون تخته ای هستش که لجر گفتیم، لجر بود هستش که در حال میاد این جویست ها رو با هم دیگه پارچه میکنه، دوباره روش یه دونه تخته تو وایفور دیگه میفته که استاندار رو مسوا میشه. این در واقع کروکی خیلی به نام ساده ای کانفیگوریشن کلی این ساختمان رو داره. یکی از اصول ما اینه که آب رو باید دور نگه داریم. دور نگه داشتن آب یکی زیر فوندوسیونه که اون لایه زهکش رو میذاریم و لوله های دورش ببینید. لوله های دور رو من با رنگ زرد اینجا نشون دادم که با چیز دیگه قاطی نشه. ببینید اینا شیب داره که مثلا هوا از این طرف بیاد همش جمع میشه اینجا نقطه گرده شه. از اینجا که گرده باز میاد در یه جای یه ساپام یه ساب در واقع درین درست میکنیم، ساب پیت درست میکنیم که اینجا آب رو به وسیله پمپ خارج میکنیم. این خط خروجی پمپ هستش که رنگ آبی من گذاشتم. بعد به این داستان تخلیه آب از رو و زیر اسلب در اصطلاح داخل این کد بهش میگه اینگرس. شما وقتی که به این اصطلاح برخورد کردید محسوسش این دیتیل ویندوور رو من جوانتون نشون میدم که اهمیتش رو نگاه. ببینید اولا این کف این ویندوه همون 6 اینچ رو باید از کف پنجره پایین کرده باشه. این یه زمانه است. یکی دیگه ببینید اینجا رو برداشته برقر موجدار گذاشته این دوستا دوره این رو. این برقر موجدار به یه اندازه ای مثلا همین 15 سان از زمین اطراف لبه داره. آب ببینید این لبه هم تو دوستا دوره اینجا. و خیلی لبه ببینید آبچکور هم داره. یعنی همه این جزئیات رو شما باید رعایت بکنید. البته اینم فکر نکنید این کار سختی ها، مثلا شما برید توی فرق به همین شکل همین حرف وجود، فقط شما باید بدونید که این باید تکمیل باشه دوزن که آب نتون بود. و کسایی که توی صنعت ساختمان هستن اینا رو بلدن. ببینید یکی از اهداف این که ما این جلسات و این ورکشاپ برگزار میکنیم اینه که
شمایی که مهندس هستی سطح دانشتون از اون کسی که زیر دست شما کار میکنی کمتر نباشه و الا شما باید بری بگی خب حاج آقا محمد آقا من یه چیکار کنم و محمد آقا به شما بگی که روش در مورد ستون ها اپلیکیشنشون چیه؟ یعنی این حرفا که ما میزنیم چون ستون رو شما میتونی محاسبه کنی هر ستونی باشه اینایی که توی آیدیا رو داریم صحبت میکنیم تو استوری بیلدینگ اند گود فریمینگ اگه شما سقف بتونی دارید دیگه شما نمیتونی از این سوالات استفاده کنید سقفاتون هم باید بیرون باشه حد اکثر کوتاه ماکسیموم اسفندش هم تا 5 متر لایو لودش هم از 2.4 کیلوپاسکال که میشه 240 کیلوگرم بر متر مربع لایو لود کمتر باشه توتال اکوپنسی لود یعنی اینکه دد لود لایو لود به اضافه بار بر از 4.8 به 480 کیلوگرم و متر بعد کمتر باشه در مورد بارکن ها میتونه یعنی شما ستونی داری میزنی که یه بارکن رو داره این میتونه دو طبقه وود فلورینگ داشته باشه یا یه طبقه وود فلورینگ داشته باشه به اضافه روف یعنی روف رو هم حالا این ستون ها اگه بزرگت رو داشته باشه شما اگه قرار باشه ستون موقت استفاده کنی اجاستبل این توتال لودینگش از 36 کیلو نیوتن که 36 دوام تون باشه 3 کیلو باشه بیشتر نباید باشه در مورد ستون‌های دائمی حتما باید اندلیت داشته باشه 100x100x6 میلیمتر و یا ابعادش به اندازه اون گردری باشه که روش میاد یعنی اون گردری که بالا میاد اگه ارزش از 100 بیشتره شما باید به اندازه اون گردر پلیتتون تمام ارزش رو بدید این ابعادی هست که برای ستون‌های بنایی قابل قبول حداقل است. اگه مربع باشه 290x290 میلی‌متر هم باید همش و اگر مستطیل باشه 24x38 سانت و اگر بتون باشه حواستون باشه که این بتون بتون آرمه نیست یعنی بتون آرمه نباشه 20x200 و قطرش هم 23 البته بتون آرمه نیست یعنی چون آرماتور داره که ترک نخوره ولی ضوابط ستون بتون آرمه که مثلا 1% این هم صحبت که کرده ما اینجا یه خورده دو ستون رو جمع بندی کنم این ستون بتون آرمه هست که شما اینقدر این رو خوب میشناسید که من اصلا دیگه را به خمس رو میزنم همه داستانشون میده این هم فونداسیون پلهیه که با هم صحبت چه کردیم که بعد این ضابطه 45 درجه خط 45 درجه رو باید این راجع به نحوه کار ستون های فلزیه که با بیس پلیتش و ببینید که یه دیتیلی اینا اجرا کردن برای اینکه بتونن این خیلی خوب سر جاش تنظیم کنن و بتونن بعد تراز کنن در واقع این شکل کنی که بعدا با ملات پوستی ناخور میکنن اجازه میده که این بیس پلیت رو بتونن خیلی خوب تنظیم کنن و یه دونه سوراخ تخلیه هوا گذاشتن که بعدا با بردرو هوا موزی گیر نگفتن ولی این چیزی که بیشتر برای شما ممکن جالب باشه این بحث باشه ببینید اولا ستون‌هایی هست که از تعداد زیادی چوب درست شده چوب‌ها رو به هم وصل کردن ستون درست کردن و این رو این فونداسیون روی فونداسیون یه پلتفرم مخصوص این ستون درست کردن روی اون یه دونه از همین چوبای فورا انداختن تو کف بعد ستون‌ها رو آوردن این چوب‌ها رو آوردن روی این در واقع متصل کردن اون قسمت‌هایی که استراکچرال مهمه اینه که به این فونداسیون با بولت و اینا وصل میشه ولی اون چوبی که از بالا میاد روی این میشینه در واقع بگیم که همین با میخ و پیچ و اینجوری خلاصه بستش میشه خب این روی فونداسیون که ما میاد معمولا بیسیک کانفیگوریشن یه همچی چیزیه یعنی ببینید این هم دیوار فونداسیونه این اسلاوان گرید مونه این ستون فولادیه که گذاشتیم بولتاش از زیر اومده روی یه بیس پلیت کف ستون هم یه دونه پلیت داشته که این دوتا پلیت این پلیت میزنن که اینجوری در مده اینا این بولتایی که سرش از فونداسیون زده بالا این اون چوب توایفوریه که روش گذاشتن این اون در واقع گفتم یه چیزایی هست مثل هنگیر میگن که اینا رو به هم وصل میکنه شما این ابزار رو استفاده بکنید یه اون ضوابط آیدا که مثلا میگه لترال بریسینگ اینا قابل قبول میشه اگر این نظری خب نقطه زرف بعد ببینید این
ستون مثلا دو تا چوب کنار هم دیگه است که الان حالت ستون پیدا کرده. بعد به شما عرض کنم که خب دودکش ها از جنس آجر یا بتون هستن که کمتر از 12 متر ارتفاع داشته باشه. خب طبیعتاً تمام دیوارا باید نمایشزشون بسته شده باشه در مقابل هم حرارت هم نمود دود. وقتی که دودکش مال شومینه هست این نمیتونه مشترکاً برای چیز دیگه استفاده بشه. مثلا شما یه دونه خوشکن دارید. خوشکن رو نمیتونی بس کنید به اگر فیول برنینگ باشه، مثلا وسایلی باشن که با گازوئیل کار میکنن، بیشتر از دوتا رو هم میتونی بس کنی. و اگر یه دونه سالید برنینگ باشه بعد دودکش شما از بلندترین نقطه سخت باید حداقل 90 سانت بالاتر باشه و الا ممکنه باد بزنه و خطر کنه. این بلندترین نقطه سخت تا فاصله 3 متری برای ما بلاکه. اگر سقف ما فاصله دورتری ارتفاع داره مهم نیست. در فاصله 3 متری ما حداقل باید 60 سانتی متر ارتفاع داشته باشیم. بنابراین اگه سقف ما فلت 90 سانت، اگر این تیزه سقف راست سقف نزدیک به ماست 90 سانت، اگه این سقف خیلی دوره در فاصله 3 متری هر توازی که هست حداقل باید 60 سانت از اون بالاتر. فایبرپلیس هم که ما صحبت می‌کنیم مقصود ما فقط اونایی که از با آجر در محل ساخته میشه. این فایبرپلیس هایی که میخرید به نصب میکنید اونا با استانداردهای صنعتی کار، اما اون چیزی که خودتون میسازید در محل ضوابطش این هست. حالا این شکل رو خوب نگاه بکنید چون برنامهش برمیگردیم. ببینید ما یکی خود این محفظه احتراق رو داریم، یکی کل این دیوار فایبرپلیس رو داریم، یکی این کف رو داریم که بهش میگیم هارت. بعد این فاصله از کف، ببینید این کف الان چوبه و قابل اشتعاله، اینا همه ضابطه داره که حالا ضابطه ها شده تو. اولا باید ارساپلای داشته باشه و این ارساپلای باید قطرش اولا 10 سانت باشه و چیز هم باشه مثلا قابل راستینگ نباشه، کروشن نباشه. این تیکش باید خارج از ساختمون باشه. شما برای شومینه نمیشه لوله هواشو به قسمت دیگه ساختمون نصب کنید، حتما باید از بیرون از ساختمون باید سر اینجاست. این شیب از 45 درجه نباید خارج تر باشه و این اسموک چمبر این خودمون قسمتی که برنینگ هستش، اینم فلوی هستش که داره میبره که این صحبت دیگه هم این رتبه یا سطح شده که این محفظه از سطح شده که به این عکس مراجعه کنید برای تون همه چی باشه. این یه شمای کلی نشون میده مجموعه حرفایی که ما زدیم. یه دور دیگه بخواهیم ریویو بکنیم ببینید این الان با سقف داریم، سقف خرپایی داریم، این عناصر به فشار کار میکنن، این عناصر به کشش کار میکنن، اینا نیروهاشون به وسیله نیرو رو میکنن، اینا بیرینگ وال هستن، بعضی وقتا هم نان بیرینگ وال داریم. بعد اینا سقفایی هستن که قرارشون چوبی باشن، همش دوباره میاد به طبقه پایین‌تر و میاد به فونداسیون. این در واقع یک کروکی کلی هستش که کلیت ساختمون رو نشون میده که سیستم ساختمانی ما چجوری کار میکنه. این هم یه جزئیاتی هستش که به نظر من جالبه برای اینکه نشون میده که تو ساختمان چوبی مثلا بعضی وقتا شما گیردر دارید یا بیم دارید. این گیردر یا بیم چیزی نیست جز همین جویست که دو تا سه تاشو کنار هم میزنه و وقتی که جویست به این میرسه شما دنبال دیتیل خاصی نباشید که حالا که با اونجا جوری بحث میکنید. این همینجور میاد یه مقدار از اون رد میشه و یکی هم بینده خود از این رد میشه و یه تخته هم بینده اینو میذارم به عنوان بریج و این خلاصه اسمبلی هستش که گیردر و جویست و اینا همه اینا مثلا میتونه تو بای سیکس باشه. به خاطر همینه که مثلا ساخت موساز شما میپرسید راجع
چیز طراحی مختلف. شما میتونید جویس تو بدید تو وای 6، اونو بدید تو وای 8، اون یکی رو بدید تو وای 4، نمیدونم. ولی وقتی همه رو بهش بدید تو وای 6، طرف میره یه کامیون تو وای 6 میاد خالی میکنه اونجا، هر کاری میخواد بکنه با همین انجام میده. جویس میزنه، گیردر درست میکنه، ستون درست میکنه، همه چی رو هم تخت.